خب دوستان عزیز، همانطوری که شما از اون مطلع هستید، امروز برنامه ما اختصاص یافته در رابطه با روانشناسی دانش آموزان عزیز و پیرامون بحثی که هفته قبل ناتمام موند، امروز هم صحبت ها رو ادامه میدیم و کامل میخوایم برای شما از آن در رابطه با اختلال ریاضی صحبت های داشته باشیم. عقیده و باور بیشتر از مردم بر این هست که دانش آموزان عزیزی که دچار اختلال یادگیری هستن نسبت به سایر دانش آموزان کنزه‌تر هستن. اما دوستان عزیز، این نکته را برای شما از آن یادآور شویم که این عزیزان فقط در مفاهیم ریاضی دچار مشکل هستن و علت و نشانه هایی هم البته این مسئله داره که مهم هست که برای شما از آن صحبت کنیم که دقیقا چه چیزی باعث میشه که دانش آموز دچار اختلال یادگیری شود. البته فکر میکنم محیط خانوادگی و محیط تعلیمی هم خیلی میتونه نقش داشته باشه و تلاش بر این میشه که راهکار اساسی برای این مسئله برای شما ازن تقدیم کنیم. با افتخار خانم حیدری در کنار ما هستند و قرار است که این بحث همچنان به اتفاق ایشان برای شما ازن تقدیم شود. سلام و عرض ادب خانم حیدری، خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. جا داره یک سلام ویژه داشته باشم به اساتید گرامی، به خصوص اساتید سنف های پایه که کودکان ما را با نوشتن، خواندن و در کل با کتاب آشنا کرد تا بتانن این کودکان ما زندگی بهتری و موفق تری داشته باشند. ممنون شما، زنده و سلامت باشین. خانم حیدری، این بحثی رو که امروز برای بینندگان عزیز تقدیم میکنیم در واقع کامل کننده یه بحث هفته قبل ما هست. ما در رابطه با خب بحث کلی در رابطه با اختلال ریاضی بود، اما بیشتر در رابطه با خود علم ریاضی و او کاربردی که در زندگی بشر داره صحبت هایی داشتیم. اگه موافق باشین در ابتدا قبل از اینکه در رابطه با اختلال ریاضی صحبت کنیم گذر داشته باشیم بر آنچه که در هفته قبل در این برنامه گذشت، بفرمایید. خب در ابتدا من با مفهوم یادگیری شروع میکنم که فرایند یادگیری چی هست و چطور در مغز صورت میگیره. طبق گفته های جلسه قبل ما گفتیم هر چقدر که محرک ها و داده های اطراف ما غنی تر باشه، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی، میتونه تأثیر و عملکرد مغز بالا ببره و بر روی یادگیری تأثیر خوبی داشته باشه. خب بحث ریاضی، گفتیم ریاضی یک نماد است و به صورت یک زبان است که زبان کمی است و داده های کیفی که در اطراف ما قرار داره را به صورت کمی در میاره و همه جهان به یک برداشت واحدی میرسن. زمانی که ما میگیم عدد دو، تقسیم، منها، جمع، همه ما یک برداشت داریم و خب این خیلی به همین خاطر است که اختلالات ریاضی جز اختلال هایی هست که درمانش آسان است، چون بحث کمیت در پیش است، مداخله کننده فقط بحث کمی است. خب ما گفتیم با تو مفهوم ریاضی دو بخش هست، که بخش روح ریاضی که کاربردش و معنایش در زندگی ما بیشتر مشهود است و بخش عملیات ریاضی که گفتیم متاسفانه در کتب درسی ما به بحث عملیات ریاضی پرداخته میشه و متاسفانه باز هم با اینکه کتاب‌های درسی در بخش عملیات ریاضی فوکوسشان هست، ولی باز هم او استانداردهایی که باید داشته باشه را رعایت نکرده. جا دارم همینجا یک گذری داشته باشم روی کتاب درسی ریاضی و این که چه نقص‌هایی داره و موجب میشه که یک دانش آموز به اوس یادگیری آسان نرسه و یادگیری دانش آموز دچار موانع و دشواری‌هایی بکنه. خب ما کتاب ریاضی رو داریم، صنف اول است. خب ببینین، وقتی ما گفتیم در مورد اختلال ریاضی صحبت، اختلال یادگیری صحبت میکنیم یا اختلال ریاضی، یک مفهوم نوروسایکولوژیست، یعنی یک بخش، یک مشکلی که در عصب و بخش روانی دانش آموزان پیش میاد و موجب به اختلال میشه. من بیشتر بخش روانی را اینجا تمرکز میکنم که اگر ما داده هایی که در اطراف ما وجود داره، اگر ما یک حس خوبی نسبت به این داده ها نداشته باشیم، این داده ها
به سرعت و به خوبی وارد مغز ما وارد نمیشه و پردازش نمیشه و موجب به یادگیری نمیشه. چرا؟ چون در قسمت انتهای ساقه مغزی ما دستگاه لیمبیک وجود داره که یک مثل یک فیلتر عمل میکنه. نسبت به داده هایی که ما حس خوبی داریم این داده ها را سریع انتقال میده، ولی اگر ما نسبت به او درد یا نسبت به او محرک های که اطراف ما هست حس خوبی نداشته باشیم، حس ترس داشته باشیم، استراب داشته باشیم، استرس داشته باشیم، خب او دستگاه لیمبیک مثل یک فیلتر عمل میکنه و وارد داده ها اصلا وارد مغز نمیشه که بشه پردازش کرد. خب ببینیم در کتاب ریاضی در صفحه دوم ما یک تصویری داریم که میخوایم مفهوم راست و چپ به شاگردان عزیز آموزش بدیم. تصویری که اینجا ما از استاد میبینم یک استاد خفه ناراحت قار است که داره به شاگردان نگاه میکنه. من یه دانش آموز صنف اول که تازه وارد یک محیط ناآشنا شدم، استراب جدایی دارم، ترس از محیط دارم، ترس از فرد بیگانه دارم، فکر کنیم با این کتاب روبرو شدم، این صفحه چه برداشتی رو به کودک، چه مفهومی رو به کودک میرسانه، به شاگرد میرسانه؟ مطمئنن خب خود ریاضی واژه ترس برانگیز هست برای خیلی از شاگردان. یک ما همیشه میگم ریاضی مثل یک قول میمانه برای خیلی از شاگردان. وقتی با این صفحه روبرو بشه خب او دستگاه لیمبیک اجازه ورود داده ها رو نمیده. چرا؟ چون دقیقاً چون مضطرب شده شاگرد. چرا ترسیده؟ خب فکر کنید علاوه بر این اوش استادی که در صنف هست همین اخلاق داشته باشه، یک فردی باشه جدی، یک فردی باشه تون، خب این تایید میکنه و او شاگرد حتی اگر اختلال ریاضی نداشته باشه شاید در یادگیری ریاضی دچار مشکل بشه، چون به صورت عادی هم ما هر چقدر حس خوبی داشته باشیم میتونیم او یادگیری رو تسهیل ببخشیم. یعنی پیش فرض ها برای یک کودک خیلی ترسناک و هولناک متصور میشه که باعث میشه برداشت ناصحیح از مضمون یا علم ریاضی داشته. دقیقاً دقیقاً. خب الان ببینین حالا قسمت بحث روانشناختیش بود، بحث آموزشیش. خب این شناخت طرف راست و چپ گفت به دانش آموزان میخواد آموزش بده. من برداشتی اگر من بخوام نگاه کنم هیچ تقسیم بندی اینجا صورت نگرفته که من بگم کدوم طرف چپ است کدوم طرف راست است. برای شاگردانی که صنف اول وارد صنف اول شده ما باید مفاهیم خیلی عینی به کار ببریم در حدی که نیاز به توضیح معلم نباشه. ده. الان من اینجا باید توضیح بدم که خب دست ببینید چقدر تصویر نامفهومه و شکل هایی که برای سمت چپ و راست در نظر گرفته اصلا مشهود و مشخص نیست. خب این از یک بخش کتاب. بخش دیگه بحث صفحه 4 است که مفهوم بالا و پایین را آموزش میده. ببینین توی اختلالات ریاضی ما یک بحث عدم تمرکز انتخابی داریم، یعنی یکی از علتهاش همین بحث است که کودک نمیتونه، داده ها خیلی زیاد است ولی او مفهومی رو که باید دانش آموز انتخاب کنه و تحلیل کنه و سر اون موضوع فکر کنه نمیتونه انتخاب کنه، ما میگیم عدم توجه و تمرکز. خب ببینین دانش آموزی که دچار این مشکل باشه، خب وقتی این تصویر میبینم اینجا ما مفهوم بالا و پایین داریم به شاگردان توضیح میدیم، استاد در هر دو تصویر دستای شکل پایین و بالا رو نشان میده، در صورتی که به صورت درستش اینه که وقتی مفهوم بالا رو ما آموزش میدیم باید دست استاد به سمت پایین اشاره نداشته باشه. چون خیلی از شاگردان ممکنه این مشکل داشته باشن. یا مفهوم بالا، حتی ببین وقتی مفهوم بالا رو داریم آموزش میدیم باید سر همه دانش آموزان به سمت بالا باشه، ما باید همه عوامل را درگیر کنیم که اون مفهومی را که میخوایم آموزش بدیم تسهیل ببخشه، ولی اینجا نگاه میکنیم یک تعداد سرشان به بالا است یک تعداد سرشان به پایین است و مفهوم بالا و پایین به درستی تشخیص نمیتن. صفحه بعد صفحه 5 است که ببینید اینها مفاهیم بسیار مهمی است که شاگردان باید اینها را یاد بگیرن تا مفاهیم بعدی ریاضی را یاد بگیرن. مثلا ممکنه برای یک والدین یا برای بینندگان عزیز سوال باشه که مفهوم بالا و پایین چه تأثیر بر روی ریاضی داره. اینها مفاهیم بنیادی هستن که باید دانش آموزان آموخته باشن تا مفاهیم بعدی را یاد بگیرن، مثل همون نردبانی که جلسه قبل در موردش توضیح دادیم.
صفحه 5 ببینید، اینجا ما مفهوم پیش روی، ما بین و پشت سر آموزش میدیم. خب توی 6 تا تصویر 3 تا تصویر مشخصه که مفهوم پیش روی، ما بین و پشت سر چی است. مثلا در این تصویر ببینید کودک است، خب پیش رویش میشه مادرش و پشت سرش میشه پدرش. ولی در این قسمتی که الان اینجا خرگوش است و یک طرفش سگ و یک طرفش گربه، من از شما میپرسم آقای حسینی، کدومش ما پشت سر و کدوم پیش روی است؟ بله خب فکر کنم اشتباهی تشخیص داده نمیشه. من استاد نمیتونم تشخیص بدم. خب فبه های شاگردان عزیز، یا این تصویری که میوه است، یا این تصویری که اینجی گلاس و چاینک است، در کنارش هست، در کنارش هست. این مفهوم چپ و راست ما میتونیم به شاگردان آموزش بشیم، مفهوم پشت سر و پیش روی نمیشه آموزش بدیم. در صورتی که اگر صورت خرگوش به سمت گربه بود میشد مفهوم پشت سر و پیش روی آموزش داد. ما همینجا از معلمین عزیز میخواییم که توی مباحث دقت نظر داشته باشن و اصلاح کنن، اگر میتونن کاربرگ هایی را تهیه کنن، یا خودشان اگر کاربرگ نتونستن تهیه کنن خودشان همونجا شکلی رو رسم کنن، عملا همین کار رو میتونن انجام بدن با دانش آموزان. سه تا دانش آموزا بخوان و دقیقا همین کار به صورت عینی و عملی بخوان، از دانش آموز محورم باشه، از شاگردان عزیز کمک بگیره و این مفاهیم بهشان آموزش بده. خب کتاب راستش بخواید مشکلات خیلی زیادی داره، ولی خب یک بحث دیگه هم که خیلی مهمه، بحث ای است که ببینید ما مفهوم الگویابی، مفهوم خیلی مهم و جزء مفاهیم بنیادی است که با شاگردان یاد بگیره. به چه صورت؟ مثلا سیب، پرتقال و انار، دوباره سیب، پرتقال و انار، این توالی را به دانش آموز بتاند توی ممکن نگهداری ذهنی و حافظه فعال خودش باید یاد بگیره. به چه صورت؟ خب من اگر اجازتان باشه روی مفهوم الگویابی روی تصویر بکشم. خب من از اشکال هندسی کمک میگیرم. بفهم. مربع، مثلث و مستطیل. خب من میخوام که بحث الگویابی رو به شاگردان عزیز آموزش بدم. خب الان این سه تا ترتیبش به این صورت است. خب دوباره الان چه تکرار میشه؟ آقای حسین شما اگه همکاری کنید. خب بعدش مثلث. خب و بعد از او مستطیل. آفرین. مستطیل میکم. این بحث توالی و بحث ردیف است که باید شاگردی که در صنف اول می آید باید این را با شکل‌های مختلف، حتی با تعداد‌های مختلف، یعنی ما از 3 تا 7 تا شکل‌های هندسی را زیاد کنیم تا او بحث نگهداری ذهنی دانش آموز افزایش پیدا کنه. ولی متاسفانه در کتاب درسی ما هیچ الگویابی تعریف نشده و یک دفعه آمده بحث به صورتی که 2 4 خب اینجا چی میشه، بعد 8، بعد جای خالی 12، بعد جای خالی 16. این برای دانش آموز خیلی سخته که بتونه این توالی را حدس بزنه. اول ما باید وقتی دانش آموز وارد صنف اول میشه، تمام سعی ما بر این است که ما از اشکال عینی، از اشکال رنگی تا میتونیم خود بچه لمس کنه، دست بزنه یا حتی رنگه کنه، ولی خب توی کتاب هیچ اشاره ای نشده و یک دفعه ای رفته سر ترتیب اعداد و این برای دانش آموز خیلی مشکل هست. من به جرئت میتونم بگم اگر طبق این کتاب تدریس شود، همه دانش آموزان دچار مشکل میشن، همه دانش آموزان دچار مشکل ریاضی میشن، اگر معلمین و اساتید عزیز فقط تمرکزشان روی کتاب باشه. پس من طبق همین انتقادهایی که در کتاب داشتم، از معلمین عزیز میخوایم که در کنار این کتاب حتما منبعهای دیگری هم استفاده بکنن، که مثلا وقتی میخواین مفهوم چپ و راست آموزش بدن، حتما و حتما از کاربرگ ها یا از خود خلاقیت به کار ببندن و مفاهیم به دانش آموزان انتقال بدن.
در واقع مهم است که دانش آموزان در پایه نخستین با این مفاهیم اولیه ریاضی که بنیاد علم ریاضی است آشنایی داشته باشن و به فرموده شما بنابر نقصایی که وجود داره خوب است که معلمین فضای صنفی را تبدیل کنن به یک کارگاه عملی که دانش آموزان خیلی راحت با این مفاهیم اولیه آشنا شن و فکر می کنم این گونه فراموشی هم دیگه در کار نیست و برایشون سهل و ساده تر باشه. اجازه می خوام که میان برنامه ای ببینیم، می خوام حیدری و انشالله در بخش دوم بیشتر پیرامونه ای صحبت کنیم. دوستان عزیز ممنون از همراهی شما عزیزان، در رابطه با اختلال ریاضی صحبت میکنیم. فرصت به جایی رسیده که باید شده میان برنامه ای باشیم ببینیم و برگردیم به ادامه صحبت ها در بخش دوم. دوباره خوش آمدید دوستان عزیز، ممنون که همراه ما هستید. بخش دوم برنامه است و صحبت ها همچنان در خصوص اختلال یادگیری در مضمون ریاضی برای شما ازم تقدیم میشم. ممنون از شما خانم حیدری. پس کودک در یک محیط دوم در کنار خانه خود، محیط مکتب که فکر میکنم خیلی میتونه تاثیر مستقیم بر بحث یادگیری دانش آموزان بگذاره، روبرو هست. حالا آن چیزی که عقیده ما هست، فکر میکنم که محیط مکتب، شیوه آموزش و حتی برخورد معلم میتونه تاثیر مستقیم بگذاره بر شیوه یادگیری یا حتی قدرت یادگیری دانش آموز که یاد میگیره یا نمیگیره. حالا در رابطه با اختلال یادگیری میخوام صحبت کنیم، علت ها رو شما دیگه در چه چیزهایی جستجو میکنید؟ خب ما علت اصلی رو روی تاکید داشتیم که فضای مکتب به چه صورت است و معلم چه نقشی و چه ارتباط عاطفی میتونه با شاگرد برقرار کنه، چون یکی از موضوعات مهم است و ما هر چقدر در مورد این موضوع صحبت کنیم کم است. اگر معلمین عزیز احساس کنن هر چقدر جدی تر باشه و شاگرد میتونه اون مفهوم بهتر یاد بگیره، در یک اشتباه خیلی بزرگی هستن. این به صورت علمی ثابت شده که من پیشتر در موردش توضیح دادم. خب در مورد ریاضی بحث عوامل دیگه هم تاثیرگذار هست، مثل عوامل ادراکی. به چه صورت؟ مثلا اینکه دانش آموز درک حافظه دیداریش ضعیفه، درک حافظه شنیداریش ضعیفه. خب یک معلم چطور میتونه تشخیص بده که در قسمت حافظه دیداری ضعیف است یا در حافظه شنیداری مشکل داره؟ آزمون اینجا دارم برای حافظه شنیداری. ممکنه کودک توی مفهوم عددها مشکلی نداشته باشه، ولی توی حل مسئله مشکلی نداشته باشه، ولی در قسمت حافظه شنیداری دچار مشکل باشه. مثلا وقتی استاد میگه 2، کودک اشتباه بشنوه 9 و او را 9 بنویسه و این تو قسمت شنیداری مشکل داره، ما باید حساسیت شنیداری این دانش آموز بالا ببریم. یک آزمونی هست، من اینجا خیلی کوتاه میگم چون وقت بسیار کمه. مثلا میتونه استادای عزیز این آزمون از کتاب اختلالات یادگیری دکتر تبریزی تهیه کنن. آزمون تشخیص شنیداری ما داریم، آزمون تقویت حافظه دیداری ما داریم. و فقط یک تیک زدن است. دستور کار هم در اونجا درج شده و معلمین عزیز میتونه با راهنمای کامل این تست از شاگردان عزیز بگیره. ببینید وقتی یک شاگردی که دچار دچار اختلال یادگیری هست و معمولا احساس میکنم بیشتر توی شنیده ها دچار مشکل هست، خب من این تست ازش میگیرم، میگم که جاهایی که شما احساس کردین تفاوت داره برای من بگین، جاهایی هم که یکسان است برای من بگین. او و مو آیا متفاوت است یا یکسان است؟ زوب و زوق آیا متفاوت است یا یکسان است؟ جنگ و چنگ آیا متفاوت است و یکسان است؟ این آزمون به من نشان میده که این دانش آموز آیا تو قسمت شنیداری مشکل هست یا نه. اگر من فهمیدم که این شاگرد من توی قسمت شنیداری مشکل هست، خب من بازی ها و روش هایی را کار میکنم که حساسیت شنیداری این شاگرد بالا ببره. خب من یک درمانی کوتاهش هم میگم، یک روش هایش را. اگر دانش آموز توی قسمت دچار مشکل بود، معلمین عزیز میتونه این تمرین ها را برایشان بده، ای که به شاگردش بگه وقتی رفتی خانه صداهای مختلفی که اطرافت میشنوی رو با دقت گوش کن و تفاوت صداها رو برای من بگو. مثلا تفاوت صدای پدرت با مادرت، تفاوت صدای
بیادرت با خواهرت و یکی دیگه ای که یک برای مادرش بگه یک داستانی را دانلود کنه، یک داستان صوتی را و با صدای بسیار کم. این دانش آموز باید گوش کنه و مفهوم او را به مادرش توضیح بده. این کارها باعث میشه حساسیت شنیداری دانش آموز بالا ببره و کمک کنه که او اختلال ریاضیش هم درمان شده. عذرخواهی میکنم، اگه ممکنه یک بار دیگه اسم منبع کتابی که شما اشاره فرمودید بگین تا اینکه اساتید محترمم بتونن مراجعه داشته باشن. اختلالات یادگیری از جناب آقای دکتر تبریزی. بسیار خوب. به صورت ویژه اختلالات یادگیری ریاضی از جناب آقای دکتر تبریزی. کتاب بسیار جامع و راهنمای خیلی خوبی برای اساتید است. خب من سعی میکنم در کنار علتها یک سری تکنیک های درمانش یا تمرین هایی که اساتید عزیز میتونن انجام بدن بگم که اگر وقت نبود برای درمان اینجا یک گذری داشته باشیم. خب گفتیم این بحث حساسیت شنیداری است. ممکن است شاگرد ما در قسمت حافظه دیداریش مشکل داشته باشه و این مشکل در حافظه دیداری منجر بشه که دچار اختلال ریاضی شود. خب به چه صورت ما چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که شاگردان قسمت مهارت‌های دیداریشان تقویت پیدا کنه؟ خب تشخیصی که آیا چطور میشه تشخیص داد که این شاگرد در قسمت تقویت دیداری دچار مشکل است؟ ما از عدد 1 تا 10 به دانش آموز آموزش میدیم، ولی دانش آموز اعداد رو جابجا مینویسه. مثلا ما میگیم 2 شکل 3 مینویسه، میگیم 4 شکل 5 مینویسه. این قسمت دیدارش دچار مشکل است، تو قسمت درکش دچار مشکل است. یا مفهوم ضرب هر مفهوم جمع حتی با به صورت عینی، مثلا با سیب مثلا 1 به اضافه 1 نشان دادیم، باز هم مفهوم جمع متوجه نمیشه. خب ما یک سری تمرین هایی داریم، یک کاربرگ هایی هست که من یک چند نمونه رو آوردم اینجا به اساتید عزیز نشان بدم. ببین این تقویت مهارت دیداری است. در هر قسمت عددی را که بیشتر تکرار شده است مشخص کن. در این قسمت دانش آموز هم میبینه و هم با شکل‌های مختلف 9 ببینید شکل 9 به این صورت هست ولی ما 9 به این صورت داریم، 9 حتی ممکنه وارونه هم حتی وارونه هم نوشته شده. ما داده‌های زیادی رو به ذهن کودک میدیم از این طریق و همچنین تمرکز کودک رو بالا میبریم از این طریق. اساتید عزیز میتونن این یا تهیه کنن یا اینکه خودشان بنویسن یا پایتخته از برای شاگردان عزیز. اگر بخوایم سخت‌ترش کنیم میتونیم از اشکالی که زل دارن انتخاب کنیم چون ذهن بیشتر درگیر میکنن. من نشان میدم به شاگردان. یعنی شاگردان باید اشکالی که مشابه هست در جدول بتونن پیدا کنن. بله. و تعدادش هم حتی ببینن که چند تا هست. خب اگر بخوایم رنگی و یکم عینی تر از آسان تر بریم، خب این شکل است. در هر تصویری، در هر ردیف تصویر که یک بار آمده است مشخص کن. دانش آموز مجبور هست با دقت ببینه شکل ها را و دقت کنه. ریاضی کار برد. خب برای دقت دیداری ببین ما یک سری 5 ضلعی هایی داریم و شاگرد باید بگه ما چند تا 5 ضلعی داریم، هم با اشکال مختلف 5 ضلعی. ممکنه 5 ضلعی به این صورت باشه، ممکنه چرخ بخوره به این صورت باشه. میتونن که از این کاربرگ ها هم اساتید عزیز استفاده کنن. خب کاربرگ زیاد است، چند نمونه رو نشان دادم. خب این بحث قسمت اختلال بحث دیداری بود، درک حافظه دیداری بود. خب متاسفانه برداشتی که ما از درس و مشق و مکتب داریم این است که شاگرد روی صندلی بشینه و آرام و ساکت فقط به گفته های استاد عزیز گوش کنه. خود همین ساکت و آرام نشستن دانش آموز باعث بروز اختلال یادگیری است. چرا؟ چون خودش در آموزش دخیل نیست و فقط داره استاد صحبت میکنه بدون اینکه خودش هیچ مشارکتی داشته باشه. یکی از فقدان هایی که ما در آموزش پرورش و تعلیم تربیه خودمان داریم این است که این باور است که باید منفعل باشه شاگرد. خب ببینین زمانی که ما
بحث آموزش است. ما باید میگیم شاگرد هم فعالیت داشته باشه. یکی از بخش هایی که بسیار تاثیرگذار روی اختلال ریاضی بحث حسی حرکتی است. شاید این سوال پیش بیاد که حسی حرکتی چه تأثیری بر عملکرد ریاضی دانش آموز داره. زمانی که ما از شاگرد فعالیت های حسی حرکتی داره، فعالیت های تعادلی داره، دوتا نیمکره مغز به صورت همزمان کار میکنه و این خودش باعث میشه که فعالیت مغز بالا بره و باعث یادگیری زیادتر شود. بله، ممنونم شما. با عرض پوزش صحبت شما رو قطع کنم خانم حیدری، چون همکاران ما اشاره میکنن که فرصت به جای رسیده که باید مجددا شده میان برنامه ای باشیم. دوستان عزیز، فراموش نکنیم بخش سوم برنامه باقی مونده. کلیپی رو آماده کردیم در رابطه با اختلال ریاضی، ببینیم و انشالله برگردیم به ادامه صحبت ها در بخش سوم. دوباره خوش اومدین عزیزان. کلیپی رو مشاهده کردن در رابطه با اختلال ریاضی و فکر میکنم بیشتر با این مفهوم آشنا شدین و برخورد زیبایی که معلم عزیز در رابطه با این مشکل با دانش آموزان داشت. خب برگردیم به استودیو، ادامه صحبت هاست. به اتفاق خانم حیدری در رابطه با اختلال ریاضی داشتیم صحبت میکنیم، بدون فوت وقت ادامه صحبت های شما رو میشنویم. خب در مورد مهارت های ادراکی و حرکتی صحبت کردیم، یک تاثیر روی اختلال ریاضی داره. ببینید، ما اگر هر چقدر بتونیم از دانش آموز کمک بگیریم، فرایند آموزشی رو تسهیل بخشیدیم. اگر ما بتونیم در کنار مفاهیم ریاضی با بازی این مفاهیم به شاگردان عزیز انتقال بدیم، خب اونها راحت تر این مفاهیم یاد میگیرن. به عنوان مثال اگر استادی بخواد مفاهیم استدلالی و مفاهیم تحلیلی را در پایه‌های بالاتر به شاگردان آموزش بده، مثل مساحت هندسه، مساحت مربع، من یک سری تمریناتی میدم که کمک کنه که این مفاهیم بهتر یاد بگیرن. مثلا قبل از اینکه ساعت ریاضی شروع شده، قبل از اینکه بحث تئوری شده و آموزش داده شده، بچه‌ها رو ببرن تو حیات و بگن که دور تا دور حیات قدم بزنید و شکلش برای ما بگید، یا ای که لیلی بازی کنید، یا ای که بدوین، یا ای که دست همه بگیریم بچرخیم و این دایره است. ببینید اینها همه کمک میکنه که ما در کنار که یک بازی انجام دادیم، یک سری مفاهیم به شاگردان انتقال دادیم. هر چقدر که ما بتونیم از دست و پا و مهارت‌های حرکتی خودمان استفاده کنیم، یک پارچگی حسی بین دو تا نیمکره، نیمکره چپ و نیمکره راست برقرار کردیم که این خودش کمک میکنه به یادگیری ریاضی. این خودش کمک میکنه که ما مفاهیم تحلیلی و هندسی ریاضی رو بهتر آموزش ببینیم. پس ببینید، ورزش در کنار ریاضی، ورزش پیش زمینه و پیش نیاز ای است که ما بتانیم مفاهیم سخت ریاضی را آسان کنیم برای شاگردان ما و همین که لذت بخش باشه. خب بحث بعدی بحث اعداد است که بحث بنیادی ریاضی است. ما تا زمانی که اعداد و جایگاه اصلی اعداد برای شاگردان عزیز ما نتانیم مشخص کنیم، خب چهار عملیات ریاضی که جمع، تفریق و منها هست، بله، و تقسیم هست رو نمیتونیم با شاگردان ما آموزش بدیم. ببینید، من یک اجازه میخوام که یک یادداشتی داشته باشم. ببینین کودکانی که دچار اختلال ریاضی هست چه تصویری از اعداد و چه تصویری از اشکال هندسی دارن. ببینین، من این الان شما چه برداشتی میکنین از این؟ بله، سه تا خط متقاطع و یک مثلث کوچک در میانش. دقیقاً. ببینید این شکل شاید این شکل باشه. ولی توی ذهن کودک دچار اختلال یادگیری است به این صورت است. و شما هر چقدر بگین این مثلث است، باورش هست صد بارم بگین مثلث است، کودک متوجه منظور شما نمیشه. شاید استاد ناراحت شه و من بهت میگم این مثلث است، چرا تو باز این شکل برای من میکشی؟ چرا؟ چون دیداری که دانش آموز از این شکل داره به این صورت است. خلاف واقعیت است. مفاهیم بنیادی رو کار کنیم. یا عدد دو، ببینید این برداشتی است که از مفهوم دو یک کودک اختلال یادگیری ممکنه داشته باشه. و من بارها و بارها بگم این عدد دو است،
کودک ممکنه به این صورت بنویسه، به این صورت بنویسه، به این صورت بنویسه و مفهوم عدد دو رو متوجه نشه. من هزار بار بگم خب شما برین یک صفحه از عدد دو بنویسید، هیچ تأثیری روی مفهوم و درک کودک از دو نداره. پس بیاییم ما روش ها و تدریسی رو که میکنیم عوض کنیم. تخت پاک مثلا من همین جایگاه اعداد هم میخوام که برای معلمین عزیز توضیح بدم که چطور میتونن اگر این جایگاه اصلی اعداد بتونن به شاگردان خوب توضیح بدن، میتونن که این چهار عملیات ریاضی را به خوبی به کودکان آموزش بده بدون اینکه خیلی انرژی مصرف بکنن. ببینین یک شکل ایستا از اعداد به این صورت است، درسته؟ چیزی که همه ما میدانیم و الاخر. خب این یک شکل ایستا و یک زبان استی. من این میخوام به صورت مفهومی به شاگردان به معلمین عزیز آموزش بتوم. این یک است، یک شکل، یک نماد از یک است. ما ممکنه یک سیب داشته باشیم، ممکنه یک ستاره داشته باشیم، ممکنه یک مربع داشته باشیم. این هم یک زبان است، ولی اشکال دیگه ای ما از مثلا چهار داریم. علاوه بر اینکه ما چهار تا سیب میکشیم تا عینی شوه، ببینید دوی به علاوه دو هم چهاره. دو تا سیب به علاوه دو تا سیب هم چهار تا سیب چهاره. اساتید عزیز باید وقت بذارن و شکل‌های مختلفی از چهار به شاگردان عزیز به صورت عینی نشان بدن. یک به علاوه سه تا سیب هم بازم مفهوم چهار به من آموزش میده. و وقتی مفهوم چهار در آموزش میدم، وقتی با این شکل‌ها و با این نمادها با شاگردان عزیز صحبت می‌کنم، دیگه من برای جمع مشکلی ندارم، چون من به صورت غیر مستقیم مفهوم جمع و مفهومی که دو تا سیب و دو تا سیب کنار هم میشه عدد چهار را به کودکانم به صورت غیر مستقیم توی قسمت شکل‌های پویای عدد چهار نشان دادم. یا حتی توی همین کار توی تفریق هم میتونیم انجام بدیم. مثلا اما یک شکل آسان‌تر که در چنین برخوردی یا در چنین راه حلی فکر کنم قوه دیداری کودک خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و آشنایی بیشتری با مفهوم و اعدادش کسب میشه. دقیقاً. بذارید من شکل مثلث دایره رو بکشم که راحت تره. این عدد چهار است، خب؟ این عدد پنج است. منهای یکی. شده چند؟ شده چهار. پس سعی کنیم که معلمین عزیز از یک تا ده این نمادها را به این صورت آموزش بدن تا توی قسمت چهار عملیات ریاضی مشکل نداشته باشن. اگر معلمین ما وقت بذارن و مفهوم اعداد به همین صورت آموزش بدن، توی کتاب درسی ما داریم که مفهوم عدد مثلا ببینیم مفهوم عدد سه فقط با شکل مشخص شده. در کنارش معلمین عزیز میتونن به این صورت هم تو جمع و تفریق هم آره باشون. جمع و تفریق به صورت غیر، نگن جمع و تفریق، به صورت عینی به بچه ها نشان بدن. میتونن چهار تا سیب بیارن، میتونن چهار تا قلم دستشان بگیرن و اونها را به گروه بندی ها و طبقه بندی های مختلف تقسیم کنن و بعد به کودکان آموزش بدن. یک فعالیتی که میتونن معلمین عزیز داشته باشن، مثلا مفهوم عدد سه را به این صورت آموزش بدن و بعد از شاگردان بخواین که ما بقیه صورت های دیگر عدد پنج رو شما برای ما بنویسید با ذکر شکل و رسم نقاشی. خب این بحث مفهوم عدد بود. بحث اشکال هندسی، ببینین زمانی که خیلی از کودکان توی قسمتی گفتیم اشکال هندسی ممکنه دچار مشکل باشه و مساحت و محیط دچار مشکل داشته باشن،
ما بیایم اول مفاهیم بنیادی کودک بررسی کنیم. آیا این کودک توی قسمت استدلال، توی قسمت درک فضایی دچار مشکل هست یا نه؟ با عرض پوزش خانم هیدری، فرصت خیلی کم باقی مانده، اگه ممکنه صحبت ها را خلاصه کنیم چون ظاهرا فرصت به چند دقیقه وقت داریم؟ یک دقیقه دیگه. خب من رفرنس میدم معلمین عزیز به همین کتاب که حتما مطالعه بفرمایید، راهنمای خیلی خوبی هستن. توی یک دقیقه واقعیت چینم چه راههای دیگر بیان کنیم. خیلی خوشحال هستم و قدردانی و تشکر میکنم از تمام اساتید ریاضی. ممنون شما، زنده و سلامت باشین خانم هیدری. تشکر، سپاسگزاری میکنم از شما پیرامون مبحثی که ارائه کردین، نکات کلیدی را واقعا به زیبایی برای بینندگان عزیز روشن کردین و فکر میکنم برای معلمین عزیزم روشن شد که چگونه میتونن با آسانی با اختلال ریاضی مقابله کنن. ممنون شما، موفق باشین. دوستان عزیز، یک دنیا سپاس از همراهی شما عزیزان. امیدوار هستم در رابطه با اختلال ریاضی به اندازه کافی دانسته باشین و مشکلات این مسئله را معلمین عزیز لحاظ کنن که به چه شکلی، به چه شیوه ساده و سهلی میتونن با این دانش آموزانی که دچار اختلال هستن برخورد کنن تا این مشکل به حداقل برسن. برای همه شما عزیزان اوقات خوب خوش آرزو میکنم. امیدوار هستم که لحظات خوبی را سپری کنین. تا فردا که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، یکایک شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مدد کنه همه شما.